ادامه بحران شدید اقتصادی و معیشتی در لبنان باز هم اعتراض‌های خیابانی را برانگیخت. اعتراض از جمله به قطعی‌های طولانی برق روبروی شرکت برق طرابلس. ما چیز زیادی نمیخوایم، فقط حقمون رو از شرکت برق میخوایم. این شرکت برق حق ما و همه لبنانی است، اما نمیخوان بفهمن. پیش از بحران برق در لبنان به طور معمول روزی 3 تا 6 ساعت قطع میشد، اما اکنون به دلیل فرسوده بودن زیرساخت ها و همچنین کمبود سوخت، قطعی برق در برخی از مناطق از جمله طرابلس گاهی چند روز ادامه مییابد. در این منطقه معترضان اقدام به آتش زدن لاستیک کرده و با نیروهای امنیتی و ارتش درگیر شدند. درگیری هایی که طی آن تعدادی از معترضان بازداشت شدند. شرایط بد اقتصادی و معیشتی تأثیرش را بر زندان‌های لبنان هم گذاشته. ازدحام جمعیت زندانیان و کمبود بودجه برای تأمین هزینه‌های آنها به مرگ دست کم 18 زندانی انجامید. مادران برخی از زندانیان در اعتراض به این وضعیت و همچنین به آنچه بدرفتاری با زندانیان می‌خوانند در بیروت دست به تجمع زدند. از خدا بترسن، ما پولامون رو جمع میکنیم تا به بچه هامون غذا برسونیم، اما نیروهای ضد شورش میریزن غذاهاشون رو تلف میکنن. بچه هامون غذا ندارن بخورن، به التماس افتادن از گرسنگی. از خدا بترسن، به ما رحم کنن. مادران معترض زندانیان خواستار صدور فرمان عفو عمومی هستند. در این شرایط اقتصادی بانک های لبنان ورشکسته شده اند، به گونه ای که از پرداخت پول سپرده‌گذاران باز مانده اند، وضعیتی که باعث شد کار صرافی ها برای انتقال پول به ویژه انتقال حواله از خارج به داخل لبنان رونق بگیرد. هلا كل شيء موجود بالمصارف كله عم محجوز هلا. هر پولی توی بانک ها هست فعلا بلوکه شده. اگه پول هات بلوکه بشه امکان استفاده ازشون رو از دست میدی. الانم وضع همینه. اگه پولی از خارج به ما حواله بشه به صرافی ها اعتماد میکنیم نه بانک ها. پول رو از صرافی راحت تحویل میگیریم. اكيد توصل بمكاتب ال او ام تي او غير مكاتب يعني اكيد توصل فيهم تقدر تصرف مصرياتك. و در این روزهای سخت رویدادی که شادی لبنانی ها از همه طوایف را در پی داشت، راه یافتن تیم ملی بسکتبال لبنان به رقابت های جام جهانی بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.